سبزهای اروپا رقابت مقدماتی درون حزبی را برای انتخاب نماینده خود در انتخابات رئیس کمیسیون اروپا آغاز کردند. سه رقیب از چهار رقیب این انتخابات با حضور بر روی صحنه اتحاد خود را به نمایش گذاشتند. سرشناس‌ترین نامزد اما جوزه بوو نام دارد که در این مراسم غایب بود. مونیکا فراسونی از فدراسیون سبزهای ایتالیا میگوید هدف اصلی ما رقابت نیست. ما میخواهیم حضور خود را نشان بدهیم و کاری کنیم که شهروندان باور کنند که سیاستهای اروپا قابل تغییر است. ما میتوانیم این سیاستها را بهتر کنیم. خیلی از مردم احساس میکنند که مالک چیزی در اروپا نیستند. ما قصد داریم که این حس مالکیت را به مردم برگردانیم. همانطور که از یک حزب حامی محیط زیست انتظار می‌رود، از رأی‌گیری کاغذی خبری نیست و افراد واجد شرایط فقط می‌توانند به طور آنلاین رأی بدهند. انتخابات رئیس کمیسیون اروپا قرار است ماه مه سال آینده میلادی برگزار شود. گزارشگر یورونیوز از بروکسل می‌گوید سوت آغاز بازی زده شده است و حدود 200,000 نفر از اعضای حزب سبز و حامیان آنها در سراسر اروپا دعوت شدند تا نماینده حزب را تا پایان ماه ژانویه انتخاب کنند. این فقط یک نمایش دموکراتیک که ساده نیست، بلکه تلاشی است در جهت کم کردن شکاف بین نهادهای اروپایی و شهروندان قاره اروپا.